بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر بینندگان عزیز، عزیزان خوب بامداد خوش. امیدوارم در هر کجایی که هستید از صحتمندی کامل برخوردار باشید. خدا را شکر که یک روز مکمل دیگر نصیبتان کرد و نصیب ما هم کرد تا ازش خوب استفاده کنیم، خوب مورد استفاده ما قرار بگیره و چنان تلاش کنیم که دیروز تلاش نکرده بودیم. امیدوارم در هر کجا که هستین همچنان تا پایان بیننده بامداد خوش باشید. میخوایم امروز در مورد یک موردی صحبت کنم که وقتی که ما راه رو میشیم دست راست چپ خودم میشناسیم، والدین بیشتر تلاش میکنه تا ما را به می سمت بکشانه. خدا نکنه اگر کمی هم از این مسیر دور شویم، بارها تاکید میکنه، حتی با هر روش و راهی را که پیدا بکنن تاکیدشون به می است که پاس دوباره در این راه مستقیم شویم. او هم جز دانش و علم چیزی دیگری نیست. دانش و علم مهمترین موردی هست در زندگی انسان. ما انسان ها با دانشمان فرق میشیم با عموم مخلوقات خدا، اون مخلوقاتی که الله خلقش کرده و یا هم نمونه فرق ما با اونها همین علم هست. دین ما هم آغازش به اقرا شده، به خواندن. اقرا، بخوان، یاد بگیر، پشت دانش را رها نکو، تلاش بکو از راه روش و سمتی که میتونی به علم و دانش خود را برسانی. چرا دانش؟ چرا بیشت باید دانش باشه؟ چرا باید بخوانیم؟ به خاطر از اینکه ما بشناسیم خود را. انسان وقتی خود را بشناسه، جایگاه خود را بشناسه و درک بکنه که کی هست، در کجا قرار داره و چنان موقعیت شناسی بکنه از خود که ذره بیش نیست در این کائنات فراخ و بزرگ خدا، در این کائنات بزرگ که انسان وقتی که این کره زمین موج میزنه یا همچه میگن مثل که ماهی در بحر شنا میکنه در این کائنات بزرگ خدا، پس تو انسان در کجا موقعیت داری؟ ایره بر ما کی ثابت کرده؟ دانش، علم و دانش ثابت کرده. خوب است ما در مورد دانش تجدید نظر بکنیم. دانشگاه میخوانیم، مکتب میریم، لطفا سند را کنار بگذاریم. به خاطر سند نه، به خاطر دانشش بخونیم. چرا در کشورهای دیگه یا هم در کشورهای جهان اول یا کشورهایی که حرف اول را میزنن، مردم با وجودی که سرمایه خوب دارن ولی باز هم تلاش میکنن تا دانش را بیاموزن، هم علم را بیاموزن؟ چرا؟ به خاطر از اینکه خود را بشناسن، به خاطر از اینکه موقف و جایگاه خود را درک بکنن. چرا ارزش داره دانش؟ به خاطر از اینکه وقتی که انسان خود را شناخت، حق و حقوق و حدود خود را میشناسه. انسانی که حد و حدود و حقوق خود را بشناسه، چی فکر میکنین که آیا با دیگرا در جدال میفته؟ آیا گاه گاهی هم از گلیم خود پای خود را بیشتر دراز میکنه؟ مورد مهمی است. اگر ما بشناسم یا هم بفهمم که ما چی حق دارم بالای همسایه خود، از اون گلیمی که بر ما هموار شده و گذاشته شده قدم پیش نمیمانم و بیشتر قدم دراز نمیکنم. یا هم اگر ما بشناسم حد و حدود خود را نسبت به پدر و مادر خود، آیا ما بیشتر تعرض میکنم؟ اوف میگم در برابرش؟ نه. تمامی موارد. آیا اگر ما دانش داشته باشم فرزندان ما به مسیر غلط پای میمونن، به مواد مخدر روی میارن؟ اصلا آنچه که در مورد در کشور ما خیلی مروج هست، روی ما مطمئن هستم در خانواده ای که علم و دانش موج بزنه، جهل ناامید میشه و از درها بیرون میشه و کسانی که در این خانواده زندگی میکنن هرگز به اعتیاد و مواد مخدر و بدبختی ها روی نمیارن. این موردی هست که من مطمئن هستم در خانواده ای که دانش باشه، علم باشه، هرگز به بدبختی ها نمیرسم. بله، دانش چطور بر ما خوشبختی ها را میاره؟ حالا وقتی که من دانش داشته باشم، خود را بشناسم، پس خدای خود را خوب بشناسم. وقتی که من خدای خود را خوب بشناسم، پس من جایگاه خود را هم درک میکنم. سپاس از این که بیننده بامداد خوش هستید. صبح همیتون همچنان بخیر. وقفه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. بامداد خوش ادامه داره. به بخش درمانگاه خوش آمدید. دکتر صاحب محمد هاشم و حاج را به خود داریم. در مورد موضوعی صحبت میکنیم که هر کدام از ما گهگاهی بایش روبرو میشیم یا هم خیلی بیقرار میشیم تا حداقل به آرامش برسیم. به هر ترتیب موضوع مورد بحث ما الرژی هم حساسیت هست. قبل از همه صبحتان بخیر دکتر صاحب، خوش آمدید. السلام علیکم، صبح شما و بینندگان محترم بخیر. سپاس از اینکه به برنامه آمدید. دکتر صاحب، الرژی حساسیت چی است؟
قبل از اینکه درباره الرژی و حساسیت بگویم، یک اندازه در مورد قوه دفاعی وجود خود باید صحبت کنیم. وجود ما شما مثل یک دولت واری است. اگر بالای یک کشور از هوا فایر میشه، یک طیاره میاد و حمله ور میشه، دافع هوای از او در حرکت میاد. اگر قوای زمینی میاد حمله ور میشه، قوای زمینیش در حرکت میاد. اگر تانک یا توپ میباشه، به این ترتیب دولت از خود دفاع میکنه. وجود ما و شما هم یک قوی دفاعی داره. هرگاه میکروب، وایرس یا یک مرض داخل وجود ما میشه، وجود ما در مقابل اونمو مرض، اونمو میکروب، اونمو وایرس یک نوع قوی دفاعی فوراً تشکیل میده و از او دفاع میکنه و کش میکنه که اونمو وایرس، میکروب و یا مرض از بین ببره، دفع کنه. این در حالت شد که یک میکروب، وایرس و یا مرض داخل وجود شود و انسان هم نرمال باشه وضعیت صحیحش. بله. اما در بخش اساسیتی است که یک تعداد از انسان ها در مقابل اشیایی که در چهار طرف ما هستند، در محیط ما هستند، وقتی که با او مواجه میشن، باز امی عکس العمل نشان میدن. مثلا یک نفر از گل گلاب بوی میکنه، یک نفر از عطر بوی میکنه، یک نفر از در بین پرنده ها میباشه. بله. یا یکی یک نفر از کتی پوست پشم گوسفند و اینا حساسیت داره، وقتی که میره بوی میکنه، یا یکی در جلدش امیده تماس میشه، یا یکی اول بهار وقتی که امی شگوفه ها میرویه، یا یکی در وقتی که خزان شروع میشه، این امی برگای سبز که به برگای زرد تبدیل میشه، اینا از خود یک بوی و یک گرد خاص دارن. بله. یا یکی در مقابل گرد خاک، چرا گرد خاک در کجا نیست، اما این انسان ها که میگیم حساسیت داره یا الرژی داره، وقتی که به می چیزا در تماس میشه، یا یکی اگان مواد غذایی، بله، یک نفر بیبی که می پیاز میخوره، یک دبی بیده جانش پت میبره. بله بله. یا بخار یا بخار میبره یا خارش میکنه. این را حساسیت میگوین. دکتر سیب، چطور تشخیص بدیم؟ مثلا یک کسی گلون خود را خیلی خارش میکنه، هم خارش احساس خارش میکنه، هم پوست جلدش احساس خارش میکنه، چطور تشخیص بدیم که اینمی حالت الرژی و حساسیت هست؟ اصلا این است که حساسیت به شکلهای مختلف ظاهر میشه. عطسه بسیار زیاد، سلفه بسیار زیاد، آب از بینی و همیش ریزش می باشه، آمدن آب از چشما، بنگس کردن در داخل گوش ها، خارش گلو و اسهالات مزمن و در جلد انسان پت کشیدن یا سرخی در وجود، خارش، اینی علائم است که حساسیت گفته میشه. و چیز دیگه ای که حساسیت خود مریض میفهمه، میگه وقتی که من دوا میخورم خوب هستم، امی که دوا را قطع میکنم، بس دوباره حساسیت ما شروع میشه. به خاطر از این باید ما یک تستی از گروه به نام تست حساسیت میگوین. تست حساسیت روی جلد در فیلن در کابل که ما اجرا میکنیم، بله بله. ده تست در روی یک تست، ده تست هم روی دیگه. قطرات بسیار کوچکی از اون موادی که به نام الرجن میگوین میاندازیم و یک سوزن دیگه امرای از او را یک سوزن میزنیم. اینمی ذرات کوچکی که در داخل جلد میره، اگر این نفر در مقابل اینمی چیزا حساسیت داشته باشه، میتونه که اونمو چهار طرف همو قطرگه که سرخ بسازه، کبود بسازه، یا ای که خارش کنه. و در زمین فعلا یک چیزای دیگه مروج شدن که از ماینات خون میگوین که ما حساسیت تشخیص میکنیم. این یک طریقه غیر مستقیم است و درست نتیجه نمیده. و بهترین طریقه تست حساسیت، ما شما وقتی که پنسلین یا انتیبیوتیک پیچکاری میکنیم، یک قطره که کوچکش دکتر زیر جلد ما زرق میکنه، او به خاطر از اینکه ببینه که واقعا امی نفر در مقابل امی دوا حساسیت داره یا نداره. و این حساسیت ها فقط با به نام تست های جلدی، اسکن تست
صورت گرفته میتونه و بهترین طریق است و الحمدلله فعلا در کشور ما و شما هم است. اما مراکزی که میگن ما ماشین آوردیم و توسط ماشینی را تست میکنیم و لابراتوار خون، اینا دیگه اونقدر نتیجه خوب ندارن و درست هم نیست. بله دکتر صاحب، یک موردی که خیلی مهم است در کنار اگر تشخیص شوه که واقعا یک فرد الرژی هم حساسیت داره نسبت به یک چیزی، مثلا یک خوردنی است یا هم یک هوایی است یا یک حالتی است، پس وقتی که تشخیص شوه چی کار باید بکنن؟ آیا درمان خانگی هم داره که مثلا یک کسی در خانه باید کارهایی را انجام بده؟ در مورد مواد خوراکه اگر یک نفر حساسیت داره، یگانه و بهترین راه و روشش ای است که اونمو غذا را نخوره. لله الحمد به هزارها نه به لکها نوع غذا در طبیعت از خداوند متعال آنقدر مهربان است که ما کدام نعمت از او را شکرانهش ادا کنیم. اصلا حساب کردن نمیتانیم. اینا بر مواد غذایی، مثلا شما کتی بادام حساسیت دارین، ضرور نیست شما بادام بخورین، شما کتی کاهو حساسیت دارین یا کدام بامی حساسیت دارین، اینا بهترین رو بانجان سیاه، بانجان سیاه حساسیت میگن یک زهری چیز دارد نداره نه که دوباره ششتا شود دکتر سه میگن که جوش میتین وضو از او حالت بیرون میشه. خب به هر صورت منتها این است که در مورد مواد غذایی بهترین و یگانه شیوه تداوی از اویی است که اونمو مواد غذایی را شما ترک کنین و استفاده نکنین. در مورد مواد دیگه ای که است، ما او را به سه کتگوری تقسیم کردیم: دام و درخت، یعنی گل و بوته و درخت. دومش گرد خاک به نام دست گفته میشه. سومش مول، این همی بویی که از مادر کیکا و همی خانه های اگان تا موش دارن یا ای که گوسفند دارن یا سگ دارن یا گاو دارن، بویی که از همی پوست حیوانات با وجود میاد و یا گرد خاکی که از اونا با وجود میاره، اینی مولد است. باز بر از اینا واکسین های است که نمی واکسین ها را به نام اساسیت زدایی میگویند که ما میتونیم که هر هفته تحت جلد امی واکسین ها را خود ما و شما در خانه برای خود اجرا کنیم و این 4 دور داره. دور اولش 2 ماه، دور دومش هم 2 ماه، یعنی پورا 8 ماه یک کورس داره که باید ایره استفاده کنه مریض و امیدوار هستیم که با این اساسیت از این از بین میره برطرف شود. بله. و دکتر صاحب اگر به اطباء یا دکتران مراجعه میکنه یک مریض، در چقدر وقت یعنی امکان داره که حتما او کاملا او حساسیت از بین بره؟ مثلا خصوصا خارشت و گلو یکی از حساسیت هایی است که معمول هست. خیلی اساسیت هایی که تمامش تقریبا یک نوع است، اما شکلی که بروز میکنه باز متفاوت است. تر که پیشتر گفتم یک نفر ریزش میکنه و عدسه میزنه و گلو درد و خارش گلون، دکتر صاحبا فعلا فقط دوای از به نام انتی استامین میگوین میتن و یگان تا که بسیار زیاد حاد باشه نفس تنگی، همین که بسیار زیاد شدید نفس تنگی پیدا میکنه مریض، این هم یکی از اساسیت هاست. دیگه باز وقت استیراید هم میتن، اما این دواها متاسفانه تا وقتی که استفاده میکنن مریض راحت است و دیگه ای که آیستا آیستا این دواها با مرور زمان خاصیت خودم از دست میتن، این دیگه تأثیر نداره بالای مریض، بعد از او باز تأثیر نداره. اما پیشترم براتون گفتم که بهترین شیوه تداوی اساسیت همانا اساسیت زدایی است و واکسین اساسیت است. اما یک چیز هم متوجه باشین که در 90-95% از مریضای ما این جواب خوب میده، اما یک تعداد از مریضای ما است که با تداوی اساسیت زدایی 1 سال یا بیشتر هم ما نمیتونیم که اساسیت از او رو از بین ببریم. بله. و در ضمن ما نمیتونیم که امی قوی دفاعی یک نفر مکمل از بین ببریم. اگر قوی دفاعی رو از بین ببریم، بله، کوچکترین وایرس و میکروب باعث از این میشه که او مریض بکشه. حالا مرض ایدز که قدر خطرناک است، او چی میکنه؟ قوی دفاعی بدن از بین میبره. وقتی که ما بی دفاع شدیم، کوچکترین میکروب ما و شما را از پا میندازه، نابود میسازه. خیلی سپاس دکتر صاحب محمد هاشم وهاج، ترینر متخصص، سپاس از حضورتان به بامداد خوش. تشکر از شما. ممنون از شما، موضوع خیلی مهم بود، سپاس از اینکه آمدید. تشکر و بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاه میگیریم، همچنان بامداد خوش ادامه داره، همراهمان باشید.
باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه برنامه بامداد خوش هست و استاد پرویز خلیلی با ما هست در مورد موضوع مهم که ملت شدن هست صحبت میکنیم. قبل از همه صحبتان بخیر استاد، خوش آمدید به بامداد خوش. سلام صبح شما بخیر و صبح بیننده های مهربانتان بخیر. سپاس از حضورتان. استاد چی کار باید بکنیم تا ملت شویم؟ دقیقا ملت شدن یک نیاز است. برای که ما در آرامش، در رفاه و در آسایش و در صلح زندگی بکنیم باید نخست ملت شویم. اگر ساده تعریف بکنیم میگه مجموعه از انسانها که ریشه باورهای مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک، ارزشهای مشترک، مبارزه مشترک و نجات مشترک دارن و گاهن در یک سرزمین واحد زندگی میکنن، اینا هستن یک ملت. ملت یک پروسه است، یک پروسه است که پروسه تاریخی است و یک روند اجتماعی است و مجموعه از تکامل در چوکات تاریخ و مبارزات بشر که بر اساس نژادهای مختلف در یک جغرافیا شکل میگیره و ملت است. پس آیا با تفاوت نژاد، قوم، زبان و فرهنگ میتونیم ملت شویم؟ دقیقاً اول ملت شدن مرحله پیشرفت از اقوام است. ما نخست انسان، آنچه که جامعه شناسا یا تاریخ شناسا میگن که نخست انسان تنها به وجود میه، بعد با تکامل یک انسان پیشرفت یک خانواده شکل میگیره، بعد چندین خانواده که با ارزش‌های مختلف موافق در یک جغرافیا زندگی میکنن یک عشیره شکل میگیره، چندین عشیره در یک جغرافیا با ارزش‌ها و منافع مشابهی که تکامل میکنن یک قوم شکل میگیره، بعد پیشرفت و تکامل یک قوم که با ارزش‌های مختلف و در یک جغرافیای واحد زندگی میکنن، این منجر به یک ملت میشه. افغانستان هم اقوام مختلف داره، زبان‌های مختلف داره، مذاهب مختلف داره، ارزش‌های مختلف داره و هرگاه این ارزش‌ها بتانه که منافع اقوام را با هم بافت بده، منافع همدیگر را تامین بکنه، ارزش‌های همدیگر را احترام بکنه، ما از سمت قوم میریم به سمت ملت شدن. ملت شدن. استاد اگر ملت شویم چی بر ما میته؟ یعنی چی فایده داره ملت شدن؟ قدرت دولت‌ها در سطح دنیا ارتباط میگیره به ثبات ملتشان. به هر اندازه که در داخل یک کشور ثبات وجود داشته باشه، یک ملت اتحاد و اتفاق و همبستگی داشته باشه، به همان اندازه میتونه که با دشمن خوبتر مبارزه بکنه، منافع ملیش خوبتر تامین بکنه، رفاه اجتماعی را خوبتر شکل بده و در مقابل چالش ها میتونه که یک به شکل واحد عمل بکنه. اگر موارد مهم که یعنی سواد هست را مد نظر بگیریم یا هم بی‌سوادی را هم، معمولا ما نمونه هایی داریم، نمونه هایی که عملا وجود داشتن در کشور مثل افغانستان یا هم کشور جهان سوم، در کل ملتی که از سواد کافی برخوردار نیستن اما ملت هستن و وقتی که ملت هم شدن گهگاهی به نتایج منفی دست یافتن، خصوصا حتی گهگاهی رهبران اینا را فریب دادن. یا میشه که سواد را هم مد نظر داشته باشیم در ملت شدن یا هم تیتو پراکنده شدن؟ دقیقا که ملت یک تشکیل است. یعنی نقش جغرافیا، حتی نقش آب و هوا، نقش فرهنگ، زبان، سواد، مذاهب، خطرات، تهدیدها، منافع، مجموعه از ابزارها در شکلگیری یک ملت نقش داره. اگر یک ملت به هر اندازه یک آگاه باشه، سطح سواد بالا باشه، آگاهی و شعور اجتماعی بالا باشه، فهم سیاسی، همدیگر پذیری سطحش بلند باشه، با همان اندازه یک ملت مقتدر شکل میگیره. اگر یک منافع کوتاه مدت، تهدیدات مقطعی ما را بتانه یک ملت بسازه اما آگاهی عمومی، سواد لازم و سواد کافی برای حفظ ملت وجود نداشته باشه، ملت با سادگی از هم میپاشه. ما در 40 سال اخیر دیدیم در افغانستان، اگر مثال بتیم، جنگ هایی که بالای مردم افغانستان تحمیل شده و یا قبل از 40 سال در جنگی که با انگلیس بوده، جنگی که با روس بوده و در این مسائل مردم افغانستان متحد شدین در مقابل خطر، در مقابل تهدید، یک ملت واحد شدین. زمانی که خطر رفع شده پس ملت از هم پاشیده، باز ما بنمو اقوام،
به زبانها، به هویتهای کوچک، به جغرافیا، به قبیله ها و به قریجات ما پس تقسیم شدیم. دلیل چی بود استاتی که جدا شدن و تیت پراکنده شدن به هر سمت و سو؟ عامل اساسیش را ما میتونیم در چند موضوع، یکی بحثش بی‌عدالتی بوده. عدالت در جامعه که عدالت تامین نشه، وحدت ملت از هم میپاشه. زمانی که خودت نسبت به یک مسئله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در جامعه ناراض باشی، خودت طبیعتاً که خلاف یک قوم استاد میشی، یا یک قومی که آمده منافع تو را بیشتر گرفته. یعنی تو اگر میخوای عدالت خواهی بکنی یا منافع خودت دنبال بکنی، خودت متهم به تعصب میکنه، متهم به قومگرایی میکنه، متهم به نژادگرایی میکنه. اینجاست که دیگه ملت شدن از هم میپاشه. عدالت اساسی ترین مؤلفه برای ثبات ملت هاست. دوم داشتن سواد. سواد نقش بسیار اساسی را داره. سوم میشه که اقتصاد است. چهارم نظام سیاسی که در کشور شکل میگیره چقدر باورمند به دولت ملی است. و امو دولت ملت که ما میگیم که یک ملت باثبات یک دولت باثبات داره. یک دولت باثبات به دنبال یک ملت قدرتمند است. بنابراین نقش عدالت نقش محوری و نقش اساسی در ثبات ملت ها. ارزش های انسانی که در داخل خانواده ها مطرح است، مثلا فرهنگ اقوام یا هم فرهنگی که در داخل یک خانواده حاکم است که برمیگرده به قوم و تبار خودش، آیا این هم میتونه نقش داشته باشه در ملت شدن است؟ فرهنگ یکی از اجزای ملت شدن است. یعنی ما بر اساس باورها، فرهنگ، تمدن، ارزشها و زبان خود ما اقوام ما را شکل میدیم. وقتی که یک قوم، یک شخص میگه من تاجیک هستم، یعنی تاجیک خودش یک فرهنگ است، یک زبان است، یک هویت است، یک نژاد است و یک تاریخ است. یک کس دیگه میگه من پشتون هستم، عین قضیه است. زمانی که میان دو تا فرهنگ، دو تا نژاد، دو تا زبان منافع مشترک شکل میگیره، ارزش های مشترک شکل میگیره، تهدید و چالش ها فرصت های مشترک شکل میگیره، ما از سمت قوم میریم از سمت ملت شدن. پس ما حتما یک ملت میشیم. شرایط ببینین استاد، با در نظر داشت شرایط بدون شک که ما اقوام هستیم، هنوز با ملت شدن به معنای واقعیش و از نظر سیاسی فاصله داریم. آرزویی را دارم که با کارهای فرهنگی، علمی و نقش موثری که رسانه ها دارن، مکاتب داره، مساجد داره، بتونیم یک روز ملت شویم. و به خاطر ملت شدن چی کار باید بکنه این ملت؟ کلانترین چیزی رو که ما گفتم، میکانیزم عادلانه تقسیم قدرت و ثروت در افغانستان شکل بگیره. همه احساس بکنن که سرود ملی متعلق به ما است، همه احساس بکنن که بیرق متعلق به ما است، همه احساس بکنن که منافع من در منافعی که دولت دنبال میکنه هست، همه احساس بکنن که تاریخ ما، زبان ما، فرهنگ ما، هویت، نجات، جایگاه ما در خطر نیست. همه اقوام هرگاه احساسی را کردن، باز ما به سمت ملت شدن میریم. آنچه که هندوستان میکنه با ده‌ها نجات، مذهب، قوم، زبان، اما یک ملت واحد هستند. چرا همه خودشان وقتی که سرود ملی نواخته میشه همه احساس میکنه که سرود ملی متعلق به ما است. وقتی که بیرق به اختصاص میه همه احساس میکنه که بیرق متعلق به ما است. وقتی که منافع هندوستان در خطر قرار میگیره همه احساس میکنه که منافع خانواده فرد شخص ما در خطر قرار گرفته. بر او اساس ارزش های مشترک، منافع مشترک، تهدیدهای مشترک و میکانیزم عادلانه تقسیم قدرت و ثروت در کشور میتونه که تداوم و روند ملت شدن را تقویت ببخشه. استاد، در کشورهای جهان سوم چطور مردم از منافع شخصی خود بگذرن به منافع اجتماعی برسن تا یکی یک ملت شود؟ دقیقا که بس این که ما چگونه میتونیم که منافع جمع را ترجیح بتیم نسبت به منافع فرد. در کشورهای اسلامی اگر بس بکنیم، آموزه های اسلامی بسیار مؤثر است. کشورهایی که اسلامی هستن ما میتونیم که آموزه های اسلامی که نقش کلیدی را دارد در ذهنیت سازی افراد، وقتی که ما بر اساس به عدالت فکر کردیم، به مساوات فکر کردیم، همی که حق دیگرا را احترام کردیم، این یکی از مراحل ثبات و حفظ منافع است. دومین بحثش این است که تبعیض نباشه.
تبعیض سیستماتیک وجود نداشته باشه، آنچه که در افغانستان وجود داره فساد گسترده وجود نداشته باشه، یک نظام سیاسی باثبات در کشور وجود داشته باشه که در اونجا شخص احساس بکنه که منافع جمعی که شکل گرفته در اون منافع مهم است. چه فکر میکنین در کشوری که نیروی کارش هم ستونش کم شده باشه و نیروی کاری هم اصلا به حدی که نیازدار نداشته باشه و باقی ادهی که میمانه تمام نه، یعنی سطح سواد هم پایین میاید چون کمترین قشر ای جامعه با سواد هستند، حتما ملت میشن استاد؟ نمیشه که برای جواب بله و نه خیر بگویم. چون پس چه باید بکنیم استاد؟ تاریخ نشان داده متاسفانه که یک دولت با اقتدار، دولت ملی و یک دولت با ثبات در افغانستان شکل نگرفته و حکومت ها در گذشته برای ملت شدن در افغانستان کار لازم را نکردن. کار لازم برای ملت شدن چند تا چیز است. شما باید یک نصابی که ساخته میشه در اون نصاب باید بر خانواده ها، بر متعلمین، بر دانشجویا بس اتحاد و اتفاق ملت شدن تدریس شود در مکاتب، مساجد، رسانه ها، در خانواده و میکانیزم تقسیم عادلانه ثروت و قدرت در کشور. شما ببینین همیشه اعتراضات در حکومت گذشته ای بوده که میگفتن در انتخابات تقلب شده، انتخابات قومی شده، انتخابات سمتی شده، بس ارگ را مطرح میکردن که جمهوریت سه نفره را مردم اعتراض میکرد که متعلق بر یک قوم است، متعلق بر یک تبار است و این مسئله بس سرود ملی را مردم اعتراض میکردن و مسائل دیگه ایران و این ملت شدن را آسیب میرسانه. دولت هایی که به دنبال از هستن که یک جامعه ملت با اقتدار شکل بگیره اما انگیزه ها و ریشه هایی که میتونه ملت شدن را از هم بپاشه و را باید خوش کنن. خیلی سپاس استاد پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، سپاس از حضورتون به بامداد. سلامت باشید. بخش گل و گیاه هست و همین فروتن را با خود داریم. در مورد گل‌های زیبایی که با ما اینجا هست صحبت می‌کنیم. ما هم یک شمش راستون که گل برگ است، نمی‌فهمم که ایشام گل برگ است و او کدام گل است؟ و هم تقریبا دیگه گل برگ است. صبحتان بخیر فروتن صاحب. سلام به شما. سلام بنده من بخیر. خوش آمدید به بامداد. خوش فروتن صاحب، ما خو امیر مشناسم که گل برگ است و هم شبیه است و ای خو سبزش است، ای کدام گل است؟ یا در مجموع کلش گل برگ یا اسم یوسف یاد میشود. خب بعد حتما بگین دیگه گیره چطور ما رشد بدیم، چطور بفهمیم گل برگ است؟ برگاش هم دیگه قسمه است. بله، گل اسم یوسف با چند نوع است، شکل کشولی است، شکل بلند است و نوای مختلف، رنگای مختلف دارد. گل حسن یوسف با نور مکمل. حسن یوسف؟ بله، حسن یوسف یاد میشه. در افغانستان به نام گلبرگ مراجع است. به نام گلبرگ کلک میشناسن. و در بیرون؟ در بیرون از ایران اینجا باز به نام حسن یوسف یاد میشه. گل حسن یوسف با نور مکمل یعنی 50 تا 70 سانتیگراد ضرورت دارد. در جای باید ایران نگهداری کنیم بوجه نور داشته باشیم. اگر افتاب برای زیاد شود یا هم نور؟ اگر افتاب مستقیم اگر بسر از این بتابد گل ما به این سید میشه یعنی خرابی پیدا میکنه، سختگی پیدا میکنه، گردزی پیدا میکنه. جاید ما باید جای نگهداری کنیم که اونجا نور باید باشه، نور غیر مستقیم. نور غیر مستقیم مقصد تن یعنی چی؟ از مقصد روشنی باشه؟ بله، روشنی داشته باشه. جای به خاطر در فضای آزاد نباشه. روشنی آفتاب نباشه؟ روشن. اگر گروپ باشه هم لایت های خاصی که هست لایت های خاص هم کفایت میکنه. از پرورش از اینا برما بگین، خصوصا ای که فکر کنم پج مرده میشه کمی نور سر زیاد شوی هم نور آفتاب مستقیم بتابه. بله، ما هم سریم موضوع میم دوستایی میگه باید گیره نگرداری میکنن جای باشه که نور مستقیم نتن، نور غیر مستقیم باید بتنیده. جای ببانن که یعنی غیر آفتاب مستقیم باید نگریده. مقصد روشنی آفتاب باید باشه. بله، 50 تا 70 درصد. اگر جای سایه نگهداری کنیم گلا، گل ما باعث رواشک پیدا میکند یا بگریزی پیدا میکند. چه جای مکمل سایه اگر باشد. ما جای دیر نگهداری کنیم باید نور آفتاب بگیرد که بوته ما مستقیما بتابد و رنگ خود مکملا بکشد. بله. فروتن صاحب، امی برگاش که خشک میشه خصوصا از طرف پایین شروع میکنه. اینجا بله. پایین این چطور باز آیستا آیستا به بالا میرسه ولی معمولا بالاش سبز میباشه. یعنی چطور است اگر قصه آب باشه خواب باید از ریشه می باید اون برگ اول برسه، این چطور بالا بالا از سبز باقی میمانه؟ خمیر ما به سر موضوع این آب بیاری از بسیار منظم باید آبداری شود. اگر آب اینا را زیاد اگر بتیم هم خرابی پیدا میکنه، اگر کم بتیم
هم خرابی میکند. آب زیاد دادن باعث این میشه که برگریزی پیدا میکند و بتیم رو شکل رواشک میشود. اگر آبش تنظیم بکنیم یعنی دو روز بعد یک روز بعد آب بتیمش منظم میشود. میان سر برگای زرد و سبزش بوتای مکاس 7 8 رنگ خود برگ از ایناست. این برگا برگا رو متوجه شین 7 8 رنگ دارد. بله بله. سبز دارد، گلابی سبز دارد، جگری تیز دارد. یک برگ پشتش سبز است، بله. طرف داخلش گلابی و جگری است. بله. اگر به جای قرار بدیم سایه اگر باشد مکمل بوته ما شکل علفی رو به خود میگیرد. یعنی مکمل سبز میشه. مکمل سبز میشه. بله. او هم نخیر در سایه نیست، با خاطر گل موقت دو رنگ است. آها. کریمی و سبز دارد. اگر جای سایه باشه مکمل شکل علفی رو به خود میگیرد، سبز میشه. این رنگ از دست میتا مکمل؟ بله. مکمل به شکل سبز تبدیل میشود. و اگر در آفتاب کم کم برسه یا آفتاب کم کم برش برسه، پس حالت طبیعی و نارمال خود رو میگیره. در مورد این برنامه ببینید چه قسم گلبرگ است فرتونزه. ایران به نام گلبرگای عربی یاد میشود. به نام اسم الله میگن بعضی کسا. اسم الله. بله. عربی. بله. چون نوکای از این شکل الله نوشته را داره به نام اسم الله یاد میشه اینا را. نوکای برگ اگه متوجه شده باشین. آها مو رده رده خطی که فکر را میکنی بله. که نام الله نوشته شده. بله. از این خاطر اسم الله میگن. بله بله. به نام عربی چرا برش میگن؟ خی از عربستان اومده در افغانستان به نام گلای عربی یاد میشود. گلبرگ عربی. باید این گلا را باید دو هفته بعد باید یک بار کود بتیم اینا را و طریقه نگهداریش در کل جدا آبیاریش و در کل نگهداریش بله دو هفته بعد باید یک بار کود فرودون بتیم بشنه با حسد تقویه برگ ایناش آبیاریش یک روز بعد اگر هوا گرم باشد یک روز بعد اگر هوا سرد می شود باید دو روز بعد سه روز بعد آب بتیم میم به صورت آب از این روز بعد که خزان بیانه به زمستان در زمستان باید آبیاری بسیار کمتر و آب جوش را ببینیم سر شود. فرسان صاحب یعنی آب جوش بر از این گل ها بتین؟ در زمستان بله ای... در زمستان آب جوش سر شود یعنی دست نسوزه باید به این گلای یعنی مقصدتون شیرگرم هست بله شیرگرم. یا آب گرم حتما باید درش داده شود؟ نه شیرگرم آب شیرگرم آها یعنی آب سرد نباشه نه خیلی در زمستان اگر سرد بود اگر سرد باشه باعث کسری ریشه می شود و در تابستان با آب دادن زیاد اینا پژمرده میشه حتی همی عربش بله بله اسم الله اومن که اگر بوتای ما آب زیاد بتیم هر روز سعی میکنیم اگر آب باز یک گلاس باز مندازیم باز مندازیم ریشه را خود گنده میکنه جذبیت آب خود بوتا کم میشه و جذبش بند میشه ما مقدر آب بتیم خود بوتا هم آب جذب کند اگر هر روز آب بتیم با جذب کردن نمیدونه جذب نکنه با ریشه آب زیاد میشه ریشه را گنده میکنه به این میشه که سر برگ هم ریزش پیدا میکند و هم شکل رواشک میشد باید حتما در گلدان باشه هم در گلدانی؟ بله یعنی نمیشه که در باغچه در روی باغچه اینا را در باغچه نگهداری میتونیم جایی که نور مستقیم نباشد نور مستقیم با تیم و بخاطر اس نیاسو بسیار نازک بوته است گل بسیار ظریف است اگر نور مستقیم باشه سر ازی بوته ما نوکایش سوختگی پیدا میکند و از رشد میبوند حسنش هم خیلی حسن دارد بر ترتیبش فرتن سر دزمستان چطوری نگهداریش بکنیم چیکار بکنیم معمولا در افغانستان شما خودتان حتما دیدین که پلاستیک میگیرن یک جای جور میکنن و در هم گلخانه میگن گلخانه است و گلها را میبونن تا وقتی کافتا میتابه خیلی گرم هم میشه دموت یک جای بونه میشه هم در داخل خانه که مثلا ما بخوری هم داریم هر چیز کسایی که ما فرمدار هستیم ما خو مجبور هستیم گلخانه باید داشته باشیم گلخانه ما قسمی است که شکل پلاستیکی یا شیشه ای جور میکنیم اونجا بخاری هم جا با جای میکنیم اگر هوا زیاد کم زیاد شوه گل ما از بین میره کسایی که در خانه نگهداری میکنن دمو خانه نگهداری کنن که نور آفتاب باید سرش باشد یا بقل آشدار ماننش جای بانه که روشنی از بیرون باید بگریش اگر روشنی وجود نداشته باشه باید لمپ یا گروپ روشن سرش باشد در جای باشه که امو قسمت خودشان بوده باش میکنن هوای خانه گرم باشد اقلا 50% باید گرم باشه خانه و از قلمه گرفتن از اینا فصل خاص داره یا چطوری قلمه بگیریم قلمه از این یگانه گل است قلمش در وقت میتونیم قلمه بگیریم از اینو امیل اعظم میتونیم قلمه بله. بگیریم از بوته ما میتونیم قلمه بگیریم که شاخه رواشک نباشد شاخه مکمل خود شکل چوب رنگ کرده باشد الا 15 سانتی قطع کنیم با خاک که خاک یعنی خاک چای یا کوکوپیت با خاک عادی هم میتونیم قلمه کنیم ایره فرتن صاحب از شاخ چطوری گفتین؟ اشاخ یعنی پخته شده باشد یعنی چوب شده باشه شکل چوب رنگ با خود داشته باشد از این ساقه ها ما میتونیم و ساقه بالایش باز نمیتونیم کت کده بله بله خیلی سپاس همه این فروتن متخصص گل
سپاس از حضورتون به بامداد خوش فروتن صاحب. تشکر. با این گل‌های زیبا و سپاس از اینکه بیننده بامداد خوش هستید. این بخش با ما در استودیو حمیدالله امیری خبرنگار هست. صحبت میکنیم در مورد از اینکه یک خبرنگار چه ویژگی هایی داره. قبل از همه صبحتان بخیر امیر صاحب، خوش آمدید به بامداد خوش. تشکر. سلامت باشی. به نام الله بینیاز، درود بی پایان بر ناجی بشریت، پیامبر رحمت و شهدای راه آزادی، به خصوص شهدای آزادی بیان که قدم رنج کردن و قلم برداشتن و بیرق آزادی بیان در سرزمین ما برافراشتند. سلامت باشین امیر صاحب. میخوایم در مورد ویژگی های خبرنگار صحبت کنیم. حالا یک خبرنگار باید چی ویژگی ها یا هم خصوصیات به خصوص خود را داشته باشه؟ بله سمیر صاحب، قبل از اینکه ما بیایم راجع به ویژگی های خبرنگار گپ بزنیم، در عصری که ما یا هر در زمانی که ما فعلا هستیم، این عصر ارتباطات است و در این زمان دنیای اساس معلومات از سر تا سر دنیا سرازیر می شود و هر کسی را که می بینیم در هر گوشه و کنار افغانستان یا در هر گوشه و کنار دنیا هستن، به نحوی می تونیم کورا بگوییم که خبرنگار است. هر کسی که خبر روان می کنه یا هر کسی که یک اطلاعات یک رویداد او را در از آن آمه می فرسته، او را می تونیم خبرنگار بگوییم. ولی بعض وقت این خبرنگار به خاطر که یک رشته تخصصی است و بتانیم ما را از رشته های دیگر یعنی تفکیک کنیم، این یک ویژگی داره که باید او را نسبت به دیگرا یا نسبت به خبرنگاران که غیر حرفه‌ای هستن، او را باید میتونیم که ما تفکیک کنیم. از او جمله ما میتونیم بگی خو گفتیم که ویژگی عموم است که هر کسی که یک انسان نیک میباشه، او عمو اخلاق او را میتونه که یک خبرنگار داشته باشه و در ضمن در بخش همو تخصصش باید تو کارایی کنه که نسبت به دیگران تفکیک داشته باشه. مثلا ما وقتی که یک خبرنگار باید اخلاق نیک داشته باشه تا بتونه توسط اخلاقش همو جامعه را و یا همو رویدادهایی که میتونه که او را به تصویر بکشه یا به صوت بکشه یا به او را نگارش کنه، او را بتونه بی‌طرفانه با دقت او را برسونه بر اذهان مردم که بتونه در زندگی مردم تاثیر اساسی داشته باشند. جناب امیر صاحب، از بی‌طرفی صحبت کردن، چطور بی‌طرفی مثلا با در نظر داشت شرایط که یک خبرنگار درش واقعی می باشه، چطور بزنه اصل بی‌طرفی را حفظ بکنه؟ بله، این در عموم انسان ها را ما نمیتونیم بی‌طرف بگیم. هر انسان که بخوای نخوای به یک طرف همو رجوع داره و همو احساس درونی به یک طرف داره، تمایل داره. بله، ولی وظایف یا وظیفه مقدس خبرنگاری انسان سبب میسازه یا انسان پایس میسازه که باید این بی‌طرفانه باشه. ما به طور نمونه بعض رویدادها را ما میتونیم، حتی رویدادهایی که در اخیری که در افغانستان گذشت، باور که خبرنگارای دنیا وقتی خبر میخوندن یا پرسش میکردن، به حال مردم افغانستان گریه میکردن، هشت میریختن. ولی ما خبرنگارایی در داخل افغانستان داشتیم که رویدادهایی را که همکارانشان در اون رویدادها شهید میشد، او را با بسیار عمود جسورانه او را میخوندن و احساس درونیشان را نشان نمیدادن. در چهرهشان، در سیمایشان معلوم نمیشد، ولی از دل از او میدونیم چه قدم چی دردی دارن و چگونه میتونن کورا بیان بکنن. واقعا که سخت است، ولی همی کارا میکردن و انجام میدادن و بی‌طرفانه بی‌طرف بودن. ما در قضا میفهمیم که مشکل داریم. ما فعلا که در قضیه منابع، چون بله منابع بله. رو میگیریم از دو طرف میگیریم، باید همو به شکلی باشه که توازن حفظ شود و هم از طرف دو طرف امو متخاصم بگیم و دو طرف جنگ بود یا دو طرف درگیر، هر اون چی که باشه که ما بتونیم یک گزارش که تهیه کنیم داشته باشیم. ولی بعض وقت در سلطه جایی که هستیم، این کوشش میکنه که به نحوی فشارهای زیادی بالای امو رسانه های بالای خبرنگار داشته باشه تا بتونه امو خبر به نحوی به خود تعریف کنه که ما فعلا و همکاران ما که در بخش در رسانه های مختلف کار میکنن، فعلا شما به حیث یک خبرنگار از این رویدادها واقف هستی که بسیار به همو مشکلات جدی هستن، ولی مبارزه میکنیم، پیش میریم. ما بعض وقت اصطلاح همی رسانه را به نام سنگر رسانه یاد میکنم. اینا واقعا سنگر رسانه در افغانستان همو کمتر از سنگر دیگر نیست و واقعا که در اینجا قربانی های زیادی
همو خبرنگاران ما دادن که نمیتونیم که ویژگی های منفرد ویژگی های مناسب یا ویژگی های بگیم که در دیگه کشورها ما کمتر میبینیم کوره قربانی و تنها در راستا تداوم استادگی داشته باشه. بله بله این ویژگی ها رو میتونه که در خبرنگاران افغانستان به وضاحت ما یا با ببینیم و ببینیم که چی کارهای و چی امو عملکردهایی داشتن که واقعا قابل تحسین هستن، قابل تعریف هستن و باید از او تمجید شوند. به جای از او که وارد به مشکل مواجه کنیم، از او باید تعریف کنیم و از او باید تمجید کنیم و فضا را برشان آزاد کنیم تا بتونن در یک فضای آزاد رسانه‌ای کار کنن. نه تنها که فضای آزاد رسانه‌ای بالای خود ما، بالای جامعه ما تاثیر داره، یک تصویر زیبا هم از کشور ما به جهانیان نشان میده و دیگر توجه زیاد به کشور ما میشه و از تنگدستی و فقر و بیچارگی میتونیم که ما نجات پیدا کنیم. ولی اگر متاسفانه اگر باش چنین فضایی را ما بر بالای رسانه‌ها یا بالای ما کارمندان رسانه‌ای ما فضا را قید بسازیم، باز اون مشکلات یا او بیشتر میشه و ما نمیتونیم که یک همو تصویر زیبا اساس کشور ما داشته. امیر صاحب، وقتی که در شرایط کنین ما این موارد را حتما با سردوشار هستیم، روبرو هستیم، میبینیم وقتی که یک خبرنگار نمیتونه آزادانه آنچه که در دلش داره به خاطر انعکاس دادن اوضاع به مردم بگه یا هم برسانه، پس با در نظر داشت این شرایط چگونه میبینین یا هم مسلک خبرنگاری که خبرنگار واقعا بگه که من خبرنگار هستم؟ بله، پیش هم گفتم که مسلک خبرنگاری یک وظیفه مقدس است و بعد از امو وظیفه نظامی که است بیشترین قربانی را در دهه اخیر یا در دو دهه اخیر رسانه ها دادن. این را باید ما فراموش نکنیم. بله. و این یکی از ویژگی های برجستی رسانه های افغانستان هستند که در دیگر رسانه های دنیا نظیر نداره. این را باید ما امو اعتراف کنیم، با او باید بفهم. ولی او قضایی که شما میگی، ما میفهمم که مشکل هست در کشور، منابع محدود است. ما واقعیاتی یا رویدات هایی به وقوع میپیونده که ما در دروازه‌ای که میزنیم یا در هر طرفی که میریم منبع پیدا نمیکنیم. منتظر رسانه های بیرونی هستیم که رسانه های بیرونی از رویدات های ما گزارش میدن و باز ما به شکل منبع میریم از او استفاده میکنیم. و یا در کنفرانس هایی که میباشه رسانه های بیرونی ترجیح داده میشه نسبت به رسانه های داخلی، نسبت به خبرنگارایی که ما در داخل کشور داریم. این به چشم حقیر دیده میشه و این باید همو در نظر گرفته شوه و ما با رسانه هایی که در داخل افغانستان داریم نگذاریم که بیشتر از این آسیب ببینن. اگر خدا نخواسته بیشتر از این رسانه های ما آسیب ببینه و بیشتر از این سبب بسته شدن رسانه های ما شوه که در همین رویدات های اخیر منابعی که اعلان کردن بیشتر از 150 رسانه چی تصویری یا صوتی یا ناشتاری در افغانستان مسدود شده است. و اگر این روند پیش بره، بله، اگر ما بیشتر از این بریم، بجز امو یک رادیو تلویزیون ملی و یا یک رادیوی دیگر در افغانستان نه رسانه‌ای داشته باشیم، باز نه تصویری می داشته باشیم و نه واقعیت. و باز جهانم یک کشوری بر نشان می ده که در این امو استبداد حاکم است و با او پیش میره. سپاس حمیدالله امیری، خبرنگار، ممنون از حضورتون به بامداد خوش. تشکر. خیلی سپاس. و بینندگان عزیز، آیسته آیسته با صوت برنامه را برمی‌شینیم. سپاس از اینکه بیننده بامداد خوش هستید و بودید. از شما دعوت میکنیم به تماشای بقیه برنامه های تلویزیون طلوع. تا برنامه بعد، وقت بخیر، خدا نگهدار.